با سلام به تمام هموطنان عزیز، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و خرم باشید. امروز برای اولین بار و نخستین بار همه شما در انتظار بودید، در انتظار برای خواننده بزرگ ایران هایده. هایده همین چند وقت پیشه بودش که من با هایده بودم و سرتون رو در نیارم، پشت استیج داشتیم صحبت میکردیم و هایده گفتش که برای اولین بار بود یه دونه از این شورت های جدید خریده. گفتم هایده جان، فرق شورت های جدید و شورت های قدیمی چیه ده؟ گفتش عزیزم، فرق شورت های قدیمی اینه که بعد شورتو بزنی کنار کونو ببینی، فرق شورت های جدید اینه که باید کونو بزنی کنار شورتو ببینی. گفتم خب هایده جان الان از کدوم پوشیدی؟ گفت از این جدیدا. گفتم عزیزم برو روی استیج. دیدم خیلی داره تو خودش میلوله و رفتش روی استیج، اومد بخونه گل سنگم، اما متاسفانه چون شورت خیلی تنگ بود گفتش شورت تنگم. با هم گوش میکنیم. شورت تنگم، شورت تنگم، میده آزار کونه گنگم، ای کاش داشتم همین حالا از اون شورتای مامان دوزم. شدم خسته از این همه شورت، از این شورتای زشت و بی خود، کشن اون شورتای مامان دوز، توشون راحت آدم میداد گوز. نه نخواستم شورت امروزه، توش نمیشه آدم بگوزه. شورت تنگم، شورت تنگم، میده آزار کونه گندم، ای کاش داشتم همین حالا از اون شورتای مامان دوزم. گفتیم خواننده قصه بسیار قشنگ و خوب. گفتیم هایده جان یه دونه دیگه هم بخون از این آهنگای جدید، چون واقعا چند وقتی بود که صدای قشنگ رو نشنیده بودیم. و شعر بعدی رو برامو خوندش. شب و همش به رودخونه میرم من، سراغ ماهی دودی میرم من، تو این رودخونه ها خسته و خیسم، به دنبال یه حوله تمیزم. حالم گم شده پیداش میکنم من، اگه پیدا نشه وای به حالم، سرما میخورم من، آی وای وای به حالم، سرما میخورم من. تو که قدری حوله ندونستی، زدی به آب و جوشم ندونستی، از این رودخونه ها خسته و خیسم، به دنبال یه حوله تمیزم. شب و همش به رودخونه میرم من، سراغ ماهی دودی میرم من. خواننده بزرگ ما، خواننده نسل جدید و خواننده هستش به نام اندی. اندی با سلام. با سلام به تمام دوستان عزیز، امیدوارم که هر جای دنیا که باشید از این آهنگای جدید شعروری که براتون میخونم خوشتون بیاد مثل همیشه. یه دونه جدید ساختم، گروه هم آماده هستش. Are you guys ready? 1, 2, 1, 2, 3, go. یه روزی تنگ غروب آسمون، میزنم تکونه پری بطیر کمون. یه روزی تنگ غروب آسمون، میزنم تکونه پری بطیر کمون. در کم کم نشینه یه من بد میشه، اگه تمرین نکنم بدتر میشه. Come on. کشنون دختره که میان تو بالکون، میگیرم من نشینه میزنم کونشون. Let's go. یه روزی تنگ غروب آسمون، میزنم تکونه پری بطیر کمون. بام 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 بام. خب مثل اینکه خیلی خوشتون اومد، یه دونه دیگه براتون میخونم، اینم جدیده، شعر ورای جدید. هی 1, 2, 3, go. ماشینم پنچره مال این اکبره، اونی که داره میاد فکر کنم اسقره. آی بمیرم برای این دوتا کره خر، میزنن صبح شب هی با هم دست خر. پدرم ارمنیه مادرم مغنیه، جفتشون چاکنن صبح شب چا میکنن، میکنن باز بازی اختا بشن آی رازی. آی بمیرم برای این دوتا کره خر، میزنن صبح شب هی با هم دست خر. Woo!
و دوستان عزیز خواننده نسل جدید ما بعد از آقای اندی، آقای شادمهر عقیلی. شادمهر عقیلی، آقای شادمهر که واقعا در ایران بسیار سر و صدا کرده بود، باید بهتون بگم خواننده بسیار بزرگی در ایران شناخته شده بود و در کارهای سینمایی هم فعالیت میکرد. به خاطر سختی‌هایی که در ایران داشت از ایران آمد بیرون، ولی متاسفانه کسی فکر نمیکرد که شادمهر عقیلی انقدر قدش کوتاه باشه. تمام فیلمبرداری که میکردن از زیر زانوش فیلمبرداری میکردن، تا اینکه وقتی اومدش در کانادا فهمیدن که ایشون قدش تقریبا اندازه ستکره میمونه. چند وقت پیشا دیدمش که داره از توی سکس شاپ میادش بیرون. گفتم شادمهر جان کجا بودی؟ گفتش وای وای دیدم یه دونه ارین عروسک های بادکنکی دو دستشه، داره با زور میکنه توی ماشین. این عروسک رو مثل اینکه انقدر آزار داده بود چون اینجا دوست دختر پیدا نمیکرد، متاسفانه عروسکی شروع کرد برای شادمهر عقیلی خوندن. شده بود حکایت پینوکیو که برای ژپتو میخونه. عروسکی بودم برات که تو منو باد می کردی، انقدر فشار دادی به من آخر منو سلاخ کردی. رفتی خریدی یه عروسک دیگه، حال بکنی. آقا عرضم بزرگتون، یه عروسک در به در دنبال شادمهر عقیلی میدوید و شادمهر عقیلی هم از بود جلو میدویدش. شادمهر عقیلی هم میخواستش یه کاری بکنه که فرار کنه دست این عروسک، چون انقدر فشار داده بود به این، این عروسک هم داستانش شده بود مثل ژپتو و پینوکیو، میخواستش حمله بکنه و شورت شادمهر عقیلی از تو شلوارش بکشه بیرون و از جلو براش میخوند، میگفت عمرن اگه شورتمو پیدا کنی بخوای بری رو پشت بون تا کنی، عمرن اگه شرطمو پیدا کنی بخوای بری رو پشت بون تا کنی. من نمیدم این شرطمو، این شرط میگم مال منه، اگه بخوای نه بخوای بگم مال منه. و خواننده بعدی خیلی و خواننده نسل قدیمی ایران